به نام خدا و با سلام خدمت شما دوستان عزیزم ما تو این جلسه قرار راجب به صابون صحبت بکنیم و به سوالاتی راجب به صابون پاسخ بدیم صابون چی هست صابون چطور ساخته میشه و صابون چطور عمل میکنه و چه عواملی هستن که روی پاک کنندگی صابون میتونن نقش داشته باشن با من همراه باشید قبل از اینکه به بحث اصلیمون بپردازیم یک مقدمه که شاید نیاز هستش که از فصل سوم شیمی یک به یاد داشته باشیم رو اینجا من مطرح میکنم و بعد از اون میریم سراغ اصل موضوع یادتون از بچه فصل راجع به مواد قطبی و ناقطبی صحبت شد با و خب اونجا اشاره به یک سری فاکتور شد که میتونستیم مشخص کنیم که آیا یک ماده ای توی آب حل میشه یا خیر و اگر خاطرتون باشه ما به اون فاکتور گشتاور دو قطبی میگفتیم برای گشتاور دو قطبی این رو گفتیم که اگر قطبی بود ما میگفتیم که گشتاور بزرگتر از و اگر ناقطبی بود گشتاور برابر با صفر خواهد بود و اونجا بود که به این نتیجه رسیدیم که مواد قطبی در قطبی حل میشن مواد ناقطبی هم در ناقطبی نکته ای که اینجا ما نیاز داریم اینه که بچه ما کلا هیدروکربون ها رو اگر در نظر بگیریم هیدروکربون ها فرمول کلیشون چی است؟ ایگرگ هیدروکربن شامل آلکان، آلکن، آلکین، حلقوی ها همه چیز هر چیزی که فقط چی داره؟ هیدروژن و کربن داشته باشه ماش میگیم هیدروکربون با فرمول کلی ایگرگ به اون نگاه میکنیم اگر ما یک هیدروکربن داشته باشیم قطعا بدونید که یک همچین ترکیبی رو ما ناقطبی در نظر میگیریم و وقتی ناقطبی باشه یعنی گش دو صفر و مطمئنم وقتی یک ماده ناقطبی تو آب حل نخواهد شد اما یه سری از مواد هستن نه اینطور نیستن که ما تو اونها به طور مثال NACL رو داریم مثلا NACL به راحتی تو آب حل میشه چون یک ماده یونی است اینا رو دیگه تو فصل سوم شیمی یک مفصل صحبت شده ما ان صحبت کنیم کرد اینا تو آب حل میشن تبدیل میشن به ان مثبت و سیل منفی و به راحتی ما میتونیم هر کدوم از این اجزا رو توی آب به صورت یون داشته باشیم کلا مثلا ها نمک ها همینه هم. نمک ها اونایی هستن که از یک یون مثبت و منفی تشکیل شدن نمک ها همیشه وقتی وارد آب میشن تفکیک میشن و اگر درست میخوام بخوام میشه انای مثبت و سی ال منفی تفکیک شدن به یون مثبت و یون منفی که هر از اینها میتونه چیکار بکنم به صورت محلول در آب وجود داشته باشن که کلا به این یون ها چون دورشون آب هست بهشون میگیم یون های آب پوشیده بسیار خب ما حالا دنبال این موضوع هستیم بعضی از مولکول ها هستن مثل این مولکول که بهش ما میگیم مثلا اتانول این اتانول بچه ها میخوایم ببینیم که آیا تو آب حل میشه یا خیر چرا با شک داریم نگاه میکنیم چون الان اوهاش ما که چسبیده به این گوره کربون هیدروژن از دو قسمت نگاه تشکیل شده این اتانول یکی اوهاش یه قسمت قطبی ما رو تشکیل میده یکی هم قسمت ناقطبی ماست که ما اینجا کربن هیدروژن براش داریم میبینیم خب الان یک مولکولی مثل اتانول که یه قسمتش قطبیه یه قسمت ناقطبیه باید ببینیم آیا تو آب حل میشه یا خیر خب جواب این هست ما اگر بررسی کنیم ببینیم که قسمت ناقطبی زورش داره به قطبی میچربه زورش داره به قطبی میچربه یعنی چی ببین قسمت قطبی تمایل میده کل مولکول رو که تو آب حل بشه قسمت ناقطبی اصلا بهش میگیم گریزه و میخواد کار کنه که مولکول توی آب حل نشه به خاطر همینی که باید ببینیم زور ناقطبی میرسه واسه که تو آب حل نشه این کلی یا زور قطبیه خب اینجا اتانول هست و نکته شما به شما فقط بگم و اون این که تو اینجا اون ها که آخرشون اوهاشه شیمی یازده داشتیم دیگه یعنی شیمی دو که اونه که اوهاشه اینو الکل ها هستن کلا بدونیم بچه تا پنج اتم کربن تو آب حل میشن یعنی قسمت قطبی به ناقطبی غلبه خواهد کرد اما اگر پنج به بالا باشن میبینیم که قسمت ناقطبی به قطبی غلبه میکنه مثال دیگه بخوام بزنم ما الان فرض کنید یه الکل به نام بوتانول اینجا داریم این اتانول بود اینجا بوتانول که دیگه من هیدروژنشو نمیکشم خب بوتانول هم برمی ترتیب باز هم اوهاش قسمت قطبی ماست و قسمت کربن هیدروژن میشه قسمت ناقطبی ما من باید ببینم که قسمت ناقطبی قلم یا قطبی همینا نکته رو گفتم که اگر تا 5 اتم کربن باشه مطمئنا این تو آب حل میشه که بوتانول به همین تو آب حل خواهد شد من یک سوال اینجا دارم بین اتانول و بوتانول کدومشون بیشتر حل میشه توی آب خب جزشون مقدار قطبیشون که یکیه اما نگاه بکنید قسمت ناقطبی مربوط به بوتانول 4 تا کربن داره اینجا دو تا کربن خب تو اینجا زور ناقطبی کدوم بیشتره مسلما بوتانول که داره چهار تا پس بنابراین اگر بخوام مقایسه کنم بین اتانول و بوتانول مطمئنا بوتانول بیشتر از اتانول تمایل به این داره که تو آب حل نشه و الهنال پذیری اتانول از بوتانول مطمئنا بیشتر خواهد شد پس این قصد ناقطبیه یه مقداری داره جلوگیری میکنه از اینکه بوتانول بخواد بیشتر تو آب حل بشه برای تو آب حل خواهد شد پس این رو به عنوان نکته داشته باشیم که کلا الکل ها الکل ها رو اینجوری نمایش میدیم آر او هاش آر چی هم گروه کربن هیدروژن اگر این آر ما پنج کربن یا کمتر از پنج کربن داشته باشه این تو آب حل میشه یه نکته دیگه همینجا پس بگم و اون که یک سری مولکولات داشتیم یک سری ترکیبات داشتیم به نام اسیدها اسیدهای کربوکسیلیک مثل چی؟ مثل یه کمچین موردی که تو شیمی دو بازم خونیم که به این ما بگیم یک اسید بازم داره دو تا قسمت یه قسمت داریم که قسمت قطبی ما رو داره شامل میشه و یه جایی که فقط کربن هیدروژن داریم میشه قسمت ناقطبی من خب اینجا وقتی من قسمت قطبی مو میخوام قلب داره میکنه به نا... یا نا... داره قلب میکنه به قطبی بعد رو بدونم اینجا بازم به همین ترتیب ما اگر در کل پنج اتم کربن کل اسید داشته باشیم این تو آب قابل حل ولی اگر از پنج اتم کربن بیشتر شد ما این رو دیگه محلول در آب نمیدونیم و همونطور که چربی ها تو آب حل نمیشن مولکول اسید بینم تو آب حل نخواهد شد و به خاطر همین این مورد رو باید حتما دقت بکنیم تا بتونیم موارد بعدی و مفاهیم بعدی رو به راحتی درکش بکنیم خب حالا که این مقدمات رو با هم فرا گرفتیم بریم سراغ اصل مطلب و بحث صابون ها رو داریم ما راجع به صابون ها میخوایم چند تا سوال جواب بدیم اول اینکه چطور تولید میشن و دومی که چطور کار میکنن و انواع و اقسام صابون ها رو میخوایم با هم بشناسیم به همین خاطر ما ابتدا کار بریم ببینیم که چطور اصلا یک صابون تولید میشه بچا صابون ها رو معمولا از یک اسید چرب یا بهتر از یک استر به دست میارن اسید چرب یعنی چی؟ همین چند لحظه پیش گفتم این موضوع رو که ما اگر یک اسید داشته باشیم به این شکل خب این گروه اسیدی ما هست بچه آیا این تو آب حل میشه یا نه؟ جواب کاملا مثبته چرا؟ چون که کمتر از پنج کربن وجود داره اما اگر من بیام و تعداد کربن هامو زیاد بکنم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت کربن این دیگه الان توی آب حل نخواهد شد و اصطلاح هم میگیم مثل چربی که تو آب حل نمیشه این اسید مام تو آب حل نخواهد شد و اصطلاح اسید چرب رو براش به کار میارن پس داری میفهمیم اون اسیدی که انگار تو آب حل نمیشه رو میگیم اسید چرب مونتا اسید چربی که معمولا ما بای سر و کار خواهیم داشت که به این شکل ما مینویسیم این آر میشه گفتش که از حدودا 14 تا 18 اتم کربن داره و به خاطر همین مطمئنا تو آب حل نخواهد شد و ما بهش میگیم اسید چرب این رو خب این اسید چرب رو میان با یک محلولی مثل NaOH واکنش میدن ما به این NaOH میگیم چی؟ سود دیگه این سود یا اسم علمی سودیوم هیدروکسیده این واکنش صورت میگیره ما یک دو دوگانه خواهیم داشت یعنی بین Na و هاش جا به جایی صورت خواهد گرفت این اسید و این یک بازه مطمئنا حاصلشون میشه یک نمک یعنی R میشه برای ما COONa به همراه هاش او هاش هاش او هاش یعنی هاش دو او یک اسید و یک باز همیشه حاصلشون یک نمک و آب خواهد بود این رو داریم نمک یعنی چی؟ نمک یعنی اون حالا ترکیبی که یک سر منفی سر مثبت ما تا حالا دیده بودیم که کاتیون سمت چپ بودن آنی سمت راست تا این مواد که سر میگی مواد عالی هستن به این شکل نیستن بلکه به این صورت که خب این تا نمایش داده میشن که کاتیون رو را سمت راست معمولا می نمیستن. ما به این نمک که حاصل از اسید چرب و سوده اصطلاحا بهش میگیم صابون پس صابون به این شکل داره برای ما پدید میاد خب اینجا که ما آب رو داریم بنابراین این رو دقت بکنیم که یک اسید چرب اگه با سودیم هیدروکسید یا سود واکنش بده صابون آب به ما میده خب گفتم که با استفاده از استرها ما میتونیم به دست بیاریم استر چی بود از سال گذشته بودم به یاد داریم که اگر من بیام به جای این هاش از گروه آر پریم استفاده بکنم موقع که ای باز این اتفاق میتونه بیفته این به اضافه NaOH باز این جاجور دوگانه خواهیم داشت یعنی NA و R پریم جاش عوض میشه حاصل میشه R COO NA به اضافه R پریم OH خب ما میدونیم که قبلا این بهش گفتیم یک استر مونتا خب قسمت R این استر ما یهو بلنده یعنی همین 4 تا جهت کربن در اون باشه اینجا که سود داریم اینجا صابون ما پدید میاد و اینجا الکل ببینید آرپینیم اوهاش الکل بود برای ما پس فرق بین اینکه که اسید چرب بخواد صابون تولید بکنه یا استر بخواد صابون تولید بکنه تو محصولات نهایی اسید چرب آب داره تولید میکنه و استر برای ما الکل رو به وجود خواهد آورد بازم تاکید میکنم اینجا هم ما میبینیم که یک کاتیون آنیون داریم یک نمک داریم و این نمک دقیقا نقش صابونی رو برای ما داره ایفا میکنه پس تا اینجا من فهمیدم که صابون چطور تولید شد اما بریم سراغ سوال بعد که صابون چطور کار خواهد کرد برای که بفهمیم به چه کار میکنه من این رو بازتر بنویسم من آر رو حالا سعی میکنم که به صورت نقطه خط اینجا رسم کنم یه سی او داریم او و ان که وجود داره منفی و مثبت رو اینجا خواهیم داشت من کار خاصی نکردم بچه‌ها فقط این آ رو که کربن هیدروژن من به صورت نقطه خط نمایش دادم خب این مولکول صابون بچه ها دو تا قسمت داره یه قسمت کاتیون داره این قسمت کاتیونی ماست یه قسمت هم قسمت چیه آنیونی ماست خب قسمت کاتیونی رو بهتون بگم هیچ نقشی در پاکیزگی و این نقشی در شویندگی و پاک کنندگی نداره به هیچ وجه. این آی مصبت فقط یک نقش داره و اون این که ما با اصد کاتیون میتونیم بفهمیم که صابونه ما جامده یا مایه است اگر این آی مثبت باشه اینجا صابونه ما میشه چی جامد اگر کا مثبت و اینها شار مثبت باشه صابونه ما مایع خواهد شد کام مثبت اناشار مثبت چطوری اینجا میتونن قرار بگیرن با من بیاید ببینید اینجا رو اگر دقت بکنیم یادتون هست که ما میمدیم اسید چربو مثلا با سود واکنش میدادیم اگر اینجا به جای سود از پوتاس استفاده کنیم یعنی اوهاش اونجاست که دیگه کای مثبت اینجا قرار میگیره یا مثلا اگر انهاش چهار اوهاش قرار بدم اینجاست که انهاش چهار قرار میگیره و به این ترتیب ما صابون مایع میتونیم داشته باشیم پس اون باشه با سود یعنی انهاش میشه صابون جامد با کاوهاش و انهاش چهار یعنی کا انهاشار NH4 اگه تو اینجا وجود داشته باشه میشه صابون مایع پس الان ما اینجا فقط کاتیون رو دیدیم که نقشش این هستش که ما جامد یا مایع بودن رو بفهمیم اما قسمت آنیونی بچه ها قسمت آنیونی دو تا قسمت داره خودش یه قسمت داره که انگار قسمت قطبی این آنیونه ما به این قسمت چی؟ قطبی و یه قسمتی هم داریم که فقط کربن هیدروژنه قسمت ناقطبی این صابون رو داره برای ما شکل میده خب پس بنابراین قسمت آنیونی انگار به دو تا بخش تقسیم بندی شده خب حالا چطور کار خواهد کرد ما یه بحث اولیه داشته باشیم برای اینکه ببینیم که چطوری کار میکنه صابون و بعد دیگه علمی تر راجبش صحبت خواهیم کرد ببینید الان صابون یه قسمت قطبی داره که این قسمت قطبی این رو بهتون بگم که اصلا کلا ما به CO2 منفی که اینجا وجود داره میگن CO2 منفی که میاد باهار میچسبه بهش میگیم کربوکسیلات یاد اون باشه فقط این رو به عنوان اطلاعات داشته باش. این کربوکسیلات ما هست کربوکسیلات قسمت قطبی ماست خب قسمت قطبی به نظر شما این تو آب قرار میگیره یا توی چربی چرا چون اصلا ما صابون رو چطور داریم به کار میگیریم صابون یک وسیله یک اگه دستمون مثلا فرض کنید چرب شه زیرا و اگه نگه داریم چربی از بین نمیره از صابون استفاده میکنیم صابون داره میبینیم که قسمت آنیونش دو قسمت داره یه قسمت قطبی یه قسمت ناقطبی این قسمت قطبی کجا قرار میگیره مطمئنا توی اون مادی که قطبیه آب قطبیه برای ما و چربی ناقطبیه وقتی تو قسمت قطبی قرار میگیره اصلا میگیم تو اون حل میشه خب اون زنجیره هیدروکربونی چی قسمتی که ناقطبیه اون تو کجا حل میشه تو چربی که خودش ناقطبیه بنابر این قسمت قطبی رفت تو آب قسمت ناقطبی رفت تو چربی و اصلا وقتی میخوایم ما بشوریم دستمون رو و اصلا میخوایم آب بکشیم این قسمت قطعی تو آب میخواد بره و چربی رو اصطلاح میگیم به خودش میکنه و میبره این حالا یه جوری آمیانه بود این طرز کار صابونی که دارم خدمت شما عرض میکنم فقط بدونیم که صابون پس انگار داره این کار انجام میده که یه سرش تو آب یه سرش تو چربی و انگار یه پل ایجاد کرد بین چربی و آب و تونست این دوتا انگار به هم رفت بده در حقیقت حالا چه اتفاقی داره میفته؟ در حقیقت ذره های چربی که قبلا تو آب حل نمی شدن توسط صابون کشیده شدن به سمت آب و انگار ما قطرات چربی رو توسط صابون تو آب شروع کردیم به پراکنده کردن که اگر یادتون باشه ما یک همچین مخلوطی اگر داشته باشیم ما اصلا بهش میگفتیم کلوید مثلا کلوید مایه یعنی قطرات چربی در مایه هست که کلید مای در مایع اسمش رو بهتون گفتم چی بود جلسه قبل بهش میگیم امولسیون پس انگار صابون یک کلوید یا بهتر بگیم یک امولسیون و یک کلوید مایع در مایه رو داره ایجاد میکنه و قطعت چربی تو آب داره پخش میکنه و دیگه اینطوری هستش که ما میگیم پاکیزگی و شویندگی داره اتفاق میفته پس یادمون باشه این موضوع که صابون کارش اینه که چربیا رو کار میکنه که تو آب بتونن معلق بمونن و همون بحث کلوید رو داشته باشن فرصت به من بدید خدمتون برمی خب بریم حرفا که با هم ما یک بار دیگه مرور بکنیم همونطور دا که داریم تو شکل میبینیم ما ساختار یک صابون رو داریم که همونطور دا که دارید مشاهده بازم میکنیم یه قسمت ناقطبی داره که همش کربن هیدروژنه یه قسمت قطبی داره و یه قسمت کاتیون کاتیون که گفتم فقط به ما میگه که صابون جامده یا مایع است قسمتی که ما به صورت او co او داریم یا CO2 منفی خواهیم داشت قسمت قطبی ماست و اینجا دیگه قسمت ناقطبی ما رو داره شامل میشه قسمت قطبی میره تو آب حل میشه قسمت ناقطبی به اصطلاح خود کتاب میاد جذب چربی میکنه و چربی رو جذب میکنه نیرو جاذبه ایجاد میکنه و اینطوری هستش که ما میتونیم پاک شدن یا اصطلاح میگیم از بین می رفتن چربی رو دیگه داشته باشیم خب این رو ببینید که ما اگر یک قطعه چربی داشته باشیم خوب بچه باید دقت کنید قسمت دایره که تو این شکل داریم میبینیم این دایره ها دقیقا چی هستن؟ این دایره ها قسمت سی او او هستن که ما حالا با دایره انگار نماشیدیم و این قسمت خط که داریم میبینیم به صورت حالا یک رشته داریم میبینیم همون کربن هیدروژن های ما هستن و اینو دقیقا بفهمیم که شکلی یعنی چی ببینید این قسمت های دایری مانند که سر قطبی بودن تو آب حل شدن این واتر هست اینجا تو آب حل شدن و اینجا که ما یک لکه چربی های قطعه چربی در میبینیم همه از طرف ناقطبی یعنی طرف زنجیره کربونی میبینیم که دور این جمع شدن و تونستن برای ما این لکه رو اصطلاحا بیارن توی آب و یک کلوئید درست بکنن باز هم تاکید میکنن که صابون انگار یک کلوئید از چربی ها رو تو آب داره برای ما درست میکنه و داره پیش میره خب چطور حال این کار انجام میده ما سه مرحله قاعدتا براش قائل هستیم مرحله اول میگه هنگامی که صابون وارد آب میشه به کمک سر آب دوست در آن حل میشه بچا من سکم عین جملات کتاب رو اینجا بیارم چون کلمه کلمش برای ما مهمه و ما باید بدونیم که اینجا چه کلمه ای رو داریم استفاده می کنیم کتاب گفته که از سر دوست که سر دایره ای مانند باشه این چیکار میکنه میاد توی آب حل میشه کلمه حل شدن به کار برده تو مرحله دوم اتفاقی که میفته اینه که ما دیدیم این زنجیرهای کربنی همین قسمت ناقطبی ما هستن میاد ببینید چی گفته میگه زهرای صابون با بخش چربی دوست خود یعنی اون زنجیر کربنی با چربی جاذبه برقرار میکنه بازم تکرار میکنم عین جملات کتاب این و حتما عین این, جملات رو یاد باید بگیریم به تو امتحان نهایی استفاده کنیم میگه جاذبه برقرار میکنه پس بنابراین اینجا ما تو این لکه چربی که داریم جاذبه رو داریم میبینیم و این جاذبه اینجا باعث میشه که بری به این سمت که دیگه این چربی ما از سطح پارچه کاملا کنده بشه و باز تکرار میکنم صابون باعث شده که لکه چربی الان تو آب پخش باشه و شروع کنه به اینکه بگرده و کلوئید رو برای ما ایجاد بکنه منتها ما یه سری عواملی داریم که بر پاک کنندگی صابون خیلی خیلی تاثیر دارن که بیایید پای تخت راجمین مسائل با هم صحبت خب ما حدودا 4 5 تا عامل رو میخوایم حالا روی سوال کنیم که روی پاک کنندگی صابون ها میتونه تاثیر داشته باشه اولین موردی که میتونه از اولین فاکتوری که میتونه تاثیر داشته باشه دما هست خب بچه ما دما چطور میتونه تاثیر بذاره میدونیم هر چقدر دما بیشتر باشه پس هر چه دما بیشتر پاک کنندگی هم میشه چی بیشتر این کاملا امر واضحی برای مخاطب دومین عامل برای ما نوع آب هست نوع آب یعنی چی و مگه ما انواع اقسام آب ها رو داریم کاملا جواب مثبته ببینید ما برای نوع آب چیکار میکنیم با من بیایید اینجا ما اگر صابون رو در نظر بگیریم بچه صابون دیدیم با هم فرمول کلیش اینجوری شد دیگه سی او ان منفی مثبت من برای اینکه تو واکن شیمیایی بنویسم به طور کلی اینجوری نمایش میدم از این بعد R C O O N A یعنی همینا این شکلی که راحت باشه ما اگر یک آب داشته باشیم که توش یون ام جی دو مثبت وجود داشته باشه مثلا ام جی اینجا داشته باشه خب اگر همش اتفاقی بیفته پس اینجا برای ما چی مهم بود ام جی دو مثبت مهم بود یادمون باشه حاصل این چی میشه بچه‌ها یک جابجایی دوگانه داریم میشه R COOMG و اینجا چی داریم؟ NACL خب من فرمول رو باید درست بنویسم RCOO برای ما یک بار منفی بود بارش میره واسه MG MG چند بود؟ دو بود میره برای RCOO خب یه موازنه اگه بخوام بکنم یه دو اینجا میاد یه دو هم آخر سر خواهد حالت فیزیکی اینها و اینکه چطور تو آب حل میشن یا نمیشن برای ما خیلی مهمن آر سی آ رو خب ما از در نظر خواهیم گرفت ام جی میدونیم یک نمکی تو آب حل میشه ان به همین ترتیب AQs هست اما این رو بدونیم که آر سی او مرتبه ام یک نمکی است که دیده شده که این به صورت جامد در میاد یعنی من وقتی اینو تو آب حل میکنم عین سنگ میمونه و طوریه که سنگ چیکار وقتی تو آبینه چه اتفاقی میفته میاد پایین و میشه اینم جامد این سنگ تهنشین خواهد شد استراحن ما تو واکنش شیمیایی وقتی این اس به وجود میگیم رسوب تشکیل میشه و میره و انتهای اون ظرف ما قرار میگیره بنابراین خوب دقت بکنید ما یه صابون داشتیم این صابون قرار بود که کار پاک کنندگی انجام بده چطوری قرار بود که بیاد به یون کاتیون آنیون و تبدیل بشه قسمت آنیونش بره برای پاک کنندگی اما اینجا MGCL2 باعث شد که به یک رسوب تبدیل بشه و انگار صابون دیگه از بین رفت و اون کارایی رو دیگه اصلا نخواهد داشت و به خاطر همین خب اینجا MGCL2 برای یک صابون ضرر ایجاد میکنه ما یک یون دیگه هم داریم به همین ترتیب ما به جای mgcl اگر CaCl2 اینجا قرار بدیم خب اینجا یعنی که بازم اینجا Ca2 ای مثبت برای ما نقش داره در عین همین میشه میشه RCOONa که AQ هست به اضافه CaCl2 که aq برای ما چی میشه میشه RCOO او او بازم دو مرتبه چون کلسیوم دو مثبته اینجا S رو داریم به اضافه دو تا NaCl AQ اینجا ما هم که صابون تبدیل به رسوب شده این اس برای ما خیلی خیلی مهمه چون تبدیل رسوب شد دیگه صابون از بین برد این دو تا یون پس تو این زمین خیلی نقش داشتن بچه اگر آب داره این دو تا یون باشه ما به اون آب میگیم چی ما به اون آب میگیم آب سخت و مفهوم آب سخت پس این شد اون آبهایی که توشون یون‌های کلسیوم و منیزیوم وجود داره این آبها داریم میبینیم رسوب ایجاد میکنه و صابون از بین میبرن و به خاطر همین این نو صابون خب طوری هستش که به درد ما نخواهد خورد و طوری هستش که تو آب سخت میبینیم که صابون دیگه جواب خیری نمیده پس نوع آب منظور این شد که آب آب سخت میتونیم اینجا بگیم که پاک کنندگی رو کاهش میده خب این هم از این عامل عامل سومی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم نوع خود صابونه نوع صابون یعنی چی نوع صابون و بعضی از صابون هستن که آنزیم دارن بعضیاشون بدون آنزیم هستن اگر صابون مداری آنزیم باشه آنزیم کار کاتریزگر انجام میده خیلی سریعتر و بیشتر و بهتر پاک میکنه پس بنابراین این صابون آنزیمدار دار باید بگیم که پاک کنندگی بیشتر خواهد داشت خب این رو داشته باشیم و آخرین عاملی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم خود نوع پارچه که روش ما داریم عملیت پاک کردن رو اعمال میکنیم ما معمولا حالا کتاب درسی ما فقط دو نوع پارچه رو خاصه مقایسه کنه پارچه نخی و پلی استر که ما داریم میبینیم که توی نوع پارچه پارچه نخی خیلی بهتر از پلی استر پاک میشه و این رو خب پلی استر قبلا دیدیم دیگه توی شیمی دو مشاهده کردیم ولی مفصل راجبش ان شاءالله صحبت خواهیم کرد و همین داره تاثیر رو میذاره روی بحث پاک کنندگی پس بنابراین نخی بهتر از پلی استر دیدیم پاک خواهد شد چرا همچه اتفاق میفته؟ چرا؟ چون که چربی ها خیلی بیشتر به پولیستر میچسبند تا به نخی به خاطر خیلی سختتر کنده خواهد شد خب ما پس راجع به صابون صحبت کردیم نحوه تولیدش نحوه عمل کردش و خب عواملی که بر پاک کنندگی صابون دارن تأثیر میذارن فقط اه, کتاب اشاره کرده این موضوع رو که ما صابون های طبیعی که داریم معمولا از پی گوستند به دست میاد پی گوستند به همراه چی به همراه سدیم هیدروکسید که اینها در مجموع میتونن برای ما صابون جامد رو فراهم بکنن خب امیدوارم تا اینجا بحث رو متوجه شده باشین خواهش ازتون دارم اینه که حتما تا اینجا یعنی تا سر پاکننده غیر صابونی مطالعه کتاب رو داشته باشیم مهم چیز چون مطالعه کتاب هست اول کتاب درسی رو داشته باشیم درسته شاید شما جزوه داشته باشید شاید شما کتاب های کمک آموزی داشته باشید که همه رو گفته باشه اما خوندن کتاب درسی یه چیز دیگه است اعتماد به که خوندن کتاب درسی ما خواهد داد هیچ کتابی نخواهد داد پس بنابراین من با دید اردیبهشت ماه شما دارم این حرف رو میزنم که اگر کتاب رو نخونده باشیم دل هوری خواهید داشت که نکنه مسئله باشه که جامونده باشه پس کتاب درسی رو مو به مو کلمه به کلمه همش رو حتما بخونید تا بتونیم اشاره توی کنکور و توی امتحان تو نهایی موفق باشیم پس اولین کاری که ما انجام باید بدیم اینه که متن کتاب رو تا اینجا بخونیم و دوم حتما بتونیم تست بزنیم اگر ما خیلی مطمئن خوب بلد باشیم عالی باشیم تشریح بیست باشیم تست نزنیم فایده نداره پس حتما تست تست و تست امیدوارم پیروز موفق باشید خدا مید.